آقای ازام ولی عملا فعالان سیاسی بسیاری در همین روزهای اخیر با ارسال ویدیوها و پیامهایی از زندانی ها خواستن که اعتصاب غذاشون رو بشکنن در این حالی که از خواستهای مشروع و قانونی اونها هم حمایت کردن وظیفه سایر فعالان سیاسی در بیرون زندان در داخل کشور و خارج کشور چیه که بتونن به فریاد و به کمک زندانی های اعتصاب کننده برسن با توجه به اینکه حاکمیت از خشونت بالایی برخوردار هست رفتارش با زندانی ها و خارج از قوانین و مقررات و غیر انسانی برخورد میکنه وظیفه فعالان سیاسی چیه یا به قول آقای اکبرین سایر عواملی که میتونن به وظایف خودشون عمل بکنن و نکردن به نظر شما چیه؟ اعتصاب غذای این دوازده زندانی سیاسی و تمام اعتصاب غذاهای قبلی زندانیان فکری و سیاسی در داخل ایران و در هر جای دیگه جهان برای دستیابی به یک سری مطالباتی بوده این دوازده زندانی سیاسی در حال حاضر در اعتراض به اتفاق فاجعه باری که برای خدا سابر عزیز رخ داد اعتصاب کردن و جان خودشون رو در معرض خطر قرار دادن و به طور طبیعی تمام فعالان سیاسی که با این افراد همدل هستند از آرمانهای های اونها پیروی می کنند یا به آرمانهای مشترک اونها وفادار هستند و تمام روزنامه نگاران، رسانه ها، خبرنگاران و هر کسی که به نوعی میتونه صداش رو به جای برسونه این هستش که صدای اعتراض این زندانی ها رو به به مراجع مختلف چه در داخل ایران چه در شبکه های اجتماعی چه در سطح دوستان اقوام فامیل مردم در، اگه در خارج از کشور هستش اگه دسترسی داره در سطح نهادهای بین المللی به هر طریق ممکن برسونه واقعیت این هستش که درست هستش که ما با از دست دادن هدا صابر یا با از دست دادن هر زندانی سیاسی دیگری به علت اعتصاب غذا یک سرمایه بسیار بزرگ انسانی رو از دست میدیم و این به طور طبیعی برای یک جنبش اجتماعی و یک جنبش سیاسی مذر هستش منتها من فکر می کنم که نباید صرفا معادله زندانی سیاسی رو و طرف, طرف حساب زندانی سیاسی رو تنها حکومت دید به طور طبیعی این حکومت اهمیتی برای جان انسان قائل نیستش و نمونهش رو در این سی و چند سال ما به کرات دیدیم منتها وقتی جان انسان با از دست رفتنش یا با خطر افتادنش هزینه های سنگین رو بر این حکومت تحمیل میکنه و میتونه سویه های دیگه این معادله رو مثل خود همین جنبش اجتماعی یا مثل فعالان سیاسی خارج از زندان یا افکار عمومی یا نهادهای بین المللی یا هر جای معثر دیگه محل مؤثر دیگه ای رو تحت تأثیر خودش قرار بده و باعث بشه اونها در ادامه مسیری که اتخاذ کردن یا یا مصممتر بشن همانند همون زندانی سیاسی یا اینکه تغییرات جدی و اساسی رو به نفع بهبود و اصلاح جنبش خودشون به عمل بیارن بنابراین این علل قاعده امکان بهرهوری از اون وجود داره هرچند که هزینه ای که براش پرداخت میشه یک هزینه بسیار سنگین هستش و دیگه شاید اون فرد اون شخص جایگزینی نداشته باشه مونتا جناب آقای اکبرین یک مثال خوبی درباره امام حسین زدن روحانیت شیعه هزار و چند صد سال هستش که درباره این صحبت میکنه که این خون امام حسین و یارانش بودش که باعث شد جنبش های آزادی بخش آینده رو در منطقه خاورمیانه و حتی در جاهای دیگه مکان دیگه جهان آبیاری بکنه و من فکر میکنم با این فاجعه ای که رخ داد چه برای حاله صحابی و چه برای خدای صابر و چه در تمام این دو سال اخیر و قبل ترش حتی من فکر می کنم خون این عزیزان و هزینه ای که اینها پرداخت کردند اگه از توسط نیروهای سیاسی خارج از زندان و توسط شبکه های اجتماعی و توسط کنشگران جنبش آزادی خواهی در داخل ایران و خارج از ایران به درستی ازش استفاده بشه به طور طبیعی میتونه که همون همون واکنش رو به دنبال داشته باشه همون آثار و طبعات مبارک رو امیدوارم برای جنبش سبز یا جنبش آزادی خواهی مردم ایران برمقام بیاره آیا اکبرین ولی به هر حال در فضای موجود سیاسی کنونی ما یک طرف حکومتی قرار داره که ممکن از یه سری هزینههایی های عبا داشته باشه در عرصه داخلی و خارجی ولی عملا نشون داده که در طول این سی و دو سی سال هزینه های بسیار زیادی رو داده اعدام های دست جمعی وجود داشته کشتار در داخل خیابان رو ما شاهد بودیم در این جنبش اخیر و خیلی خودش رو برای هزینه های گران و گذاف در عرصه داخلی و خارجی آماده کرده بود و از یک طرف یک جنبش اجتماعی رو داریم که این جنبش اجتماعی یک روش ها و ابزارهایی رو برای مبارزه داره در این فضا و در این کانتکست و در این بستر شما فکر میکنید که چه روش های دیگری رو میشه به کار برد که از طرفی جان مبارزانی که سرمایه یک جنبش اجتماعی هستند به مخاطره نیفته و ما بتونیم جان عزیز اینها را داشته باشیم و بتونیم از تولید فکر و اندیشه و از شجاعت و در واقع شهامت گسترده ای اونها به عنوان سرمایه جنبش اجتماعی استفاده کنیم و از یک طرف بتونیم که این فشار رو به حاکمیت بیاریم و بتونیم مطالبات به حق اونها رو دنبال کنیم چه روش جایگزینی شما فکر میکنید تو این فضا و در این بستر و با این شرایط میشه پیشنهاد کرد طبیعی است که وقتی من ارزش تلقی کردن اعتصاب غذا رو خطرناک میدونم برای جامعه امون و برای حرکتی که در پیش داریم به راه های دیگری فکر میکنم به عنوان یک روزنامه نگار در درجه اول میگم اگر بناست که ما پیام زندانیان و ظلمی که بر اونها میره رو به بیرون منتقل کنیم همونطور که هایی از پناه اشاره کرد چرا پیام اعتصاب غذا رو منتقل کنیم ببینید خانم نسرین ستوده رو دستمال کاغذی پیام نوشت و رسون به خانوادش از زندان به انهای مختلف پیام زندانیا به بیرون میرسه تمام تلاش حکومت هم برای اینکه بخواد جلوی صدای اونها رو در زندان بگیره و جلوی ارتباط اونها از زندان با بیرون زندان رو بگیره به شکست انجام میده و اساسا امری غیر ممکنه و اندک کلمه ای که از اونها به بیرون منتقل بشه از طریق رسانه ها به دنیا میرسه ما اگر قرار کاری بکنیم به جای اینکه پیام اعتصاب غذا رو منتقل کنیم از اونها بگیم هر روز این مداومت مهمه و فقط به این اشاره کنم که گاندی متهم بود به این که چرخه نخریسی که او باش مشغوله نشانه رکوده گفت از غذا من همینو چون ادامه میدم این مداومت بر این نخریسی نشان دهنده پایداری من بر اهدافی است که قرار داشته باشم ما اگر هر روز صدای زندانیامون رو صدای خواسته هامون رو تکرار کنیم از هر وسیله ای صبح و شب اون خرمگسی باشیم که مزاحم رسیدن حکومت به مطامع خودش هستیم قاعدتا خیلی موفق تریم تا اینکه به راههایی های متوسل بشیم که جان عزیزانمون رو تحت خطر قرار میده آقای از نظر شما چیه؟ شما چه چی راه های جایگزینی رو فکر میکنید که میشه پیشنهاد کرد که هم هزینه های کمتری داشته باشه و هم بشه با اون اهداف و آرمان هایی رو که تشریح کردید همخانه داشته باشه؟ ببینید اتساب غذای این عزیزان این دوازده نفر در شرایط کنونی این تصمیم خود این عزیزان بود یعنی چیزی در خارج از زندان و چیزی در جنب... به عنوان مثال جنبش سبز به عنوان این تصمیم مطرح نشده بود که زندانی ها حالا به اون عمل بکنن من فکر میکنم رسانه های مستقل و رسانه های نزدیک به جنبش سبز در دو سال گذشته تمام وظیفه خودشون رو در اون حدی که میتونستن در قبال زندانی ها و در خان... در قبال خانواده های اونها انجام دادن منتها متاسفانه با کمال تاسف در شرایط کنونی وضعیت به اینجا رسیده که به ناچار و با تاسف تمام باید ما صدای اعتصاب غذای اونها رو اکنون به گوش حالا چه جهانیان و چه در افکار عمومی در داخل ایران برسونیم این وضعیت انتخاب خود این زندانیان سیاسی بوده و من تصور میکنم که همونطوری که آقای اکبرین هم اشاره کردن درست هستش که راه های زیادی وجود داره در این رابطه که جنبش سبز از طرق دیگه‌ای باید عمل بکنه برای رسیدگی به مطالبات خودش ولی من فکر می کنم که اعتراض این زندانی ها و مطالبات زندانی هایی که در به اعتصاب غذا زدن در شرایط کنونی چندان قابل جمع در این مورد خاص حداقل چندان قابل جمع با مطالبات جنبش سبز نیستش و اونها فکر میکنن که اعتراض خودشون رو با اعتصاب غذا میتونن نشون بدن و این وظیفه کنشگران و استراتژیست های جنبش سبز هستش که از این به بعد از چه, رو، چه روش هایی رو در پیش بگیرن یا چه روش هایی رو توریزه بکنن و به شبکه های اجتماعی و به مخاطبان خودشون در داخل و خارج از ایران منتقل بکنن که بتونن در راستای پیش برد و در راستای ارتقای جنبش عمل بکنند من فکر می کنم که در رابطه با نکته آخری که بعد بگم این هستش که علی رغم تمام این سرکوب هایی که این حکومت انجام داده در 32 سال در 32 سال گذشته و این خزینه هایی که ساطع شده و کماکان هم ادامه داره و روز به روز هم بیشتر میشه در انواع مختلف و در سطوح مختلف من فکر می کنم که اگر این سرکوب ها و اگر این خشونت های بی حد و حصر حکومت جواب داده بود تا کنون وضعیت و استحکام این نظام خیلی بیشتر از در واقع سی و دو سال ابتدایی بود در صورتی که به وضوح میشه مشخص کرد که در واقع حاکمان فعلی و حکومت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی در در چه از نظر افکار عمومی و چه از نظر مشروعیت و مقبولیت حتی به نسبت سالهای ابتدای انقلاب با تمام مشکلاتش علیرغم جنگ ترورها و همه چیزها مشروعیت و مقبولیت بسیار کمتری هستش و هاش واقعا لرزانتر هستش به نسبت تمام اون سالها با سپاس از آقایان محمد رضا یزنان پناه روزامنگار و محمد جواد اکبرین روزامنگار و دین پژو که در این میزه گرد شرکت کردند ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون آگاه کنید شب و روز خوبی رو براتون آرزومندیم